سایت مرکزی حرف آخر harfaakhar.pub.com. سلام به روی ماه دختر و پسرای گلم. با نام و یاد خدا شروع میکنیم. امروز جلسه اول فیزیک از پروژه 5 روز با حرف آخر. ببینید 5 روز همراه شدن با یه مجموعه ای که کلا متفاوت از روز اول ظاهر شده چه اتفاقی برای آدم میندازه. البته اتفاقایی که افتاده براتون خودتون الان درک کردین، حتما با درس‌های دیگه حس کردین چی شده. من تکه‌ای از اون رو در درس فیزیک تو این چند جلسه ای که افتخار خدمت دارم نشونتون میدم. درس فیزیک برخلاف روش‌های رایج در حرف آخر، مثل همه درس‌های دیگه حرف آخر، متفاوت تدریس میشه، متفاوت تفهیم میشه، متفاوت هم نتیجه برداشت میشه ازش. اون چیزی که شما الان آروم آروم حسش میکنین. با من باشید. من پیمان کامیارم، معلم فیزیک شما اگه خدا قبول کنه، و تو این چند روز با یه حرف آخری طرفم که یه نگاه جدیدی رو به آموزش باز کرده. تعلیم بچه ها یک سازوکاری بسیار متفاوت از بحث خود علمه. بسته‌بندی دانش به شکلی که شما عاشقش بشید کار ماست. ما بلدیم این کار رو انجام بدیم. حرف آخری ها تخصصشون آموزش دادن آسون، عاشقانه و لذت بخشه. با یه خروجی متفاوت یه آدم عاشق مثل شما که تا آخر عمر دوست داره یاد بگیره. این جلسه من کل قضیه رو تو این پروژه بهتون معرفی میکنم تو فیزیک، و بخشی از اون رو امروز در خدمتتون هستیم. تو جلسات آینده هی بریم و بریم ببینیم به کجا میرسیم. با بقیه‌اش هم که تو مشاوره آشنا شدیم که ما چه کارهایی در کلا در مجموعهمون تیمی انجام دادیم خدمت. امروز یکی از بزرگترین افتخارهای من حضور استاد منتظری در جلسه اول فیزیک. خیلی خواهش کردم از ایشون و محبت کردم تشریف آوردن، به این دلیل که دوست و یار همیشگی من از روز اولی که حرف آخر درست شده ایشون بودن و ما سال هاست که داریم کنار هم کار میکنیم و به خاطر خدمت به شما ها لذت میبریم. خیلی روزها قبل از اینکه حرف آخر به این شکل شما میشناسنش به وجود بیاد، من و استاد منتظری توی اتاق روزها و روزها تعطیلی و غیر تعطیلی با هم کار کردیم و این اتفاقایی که شما الان دارین ازش لذت میبرید و سالها پیش ما ازش لذت بردیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که حیف حرف آخر توی اتاق بمونه. الان به اندازه یه ایران و انشالله به زودی به اندازه یه جهان بزرگ میشه و شما یکی از اون آدمایی هستین که یه روزگاری سوار این سفینه و سوار این فضاپیمای بی‌نظیر شدید و از افق‌های بیکران جهان لذت بردید، نه فقط از افق خیابون خودتون. خیلی خیلی حرف آخری ها بزرگ نگاه میکنن. شما تو همین الان هم کلیشو تجربه کردید. با من باشین این جلسه، ببینین سازوکار آموزش فیزیک ما چجوریه. بقیه درس هم با چشم خودتون از زبون استادای خودتون میشنوید. من در خدمتم هستم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. بزرگوارید، ممنونم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دختر و پسر گلم. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید تو این دلای قشنگ و زیبا و مهربونتون پر انرژی مثبت باشه. به خانواده حرف آخر خوش اومدید. آقا ما در خدمت. بزرگواری استاد. بچه ها در پروژه فیزیک 5 روز با حرف آخر قراره چی به شما بگیم؟ فیزیک 3 روز با شماست از این 5 روز، ولی خب اسم پروژه 5 روز با حرف آخره دیگه، فیزیکشون میشه 3 روز. تو این 3 روز چیا به شما یاد میدیم؟ کل قضیه ای که یاد میدیم، آینه ها رو یاد میگیریم، چیزی که تمام مخلط با تمام مخلط تو تشو ها، یعنی تشو در میاریم، تعدیگش هم در میاریم زمین رو میز، و حتی سوالات کنکور 98 هر چی اومد و نیومد همه رو با هم حل میکنیم. و سوالات 99 1400 برو واسه خودت، این تو تشو براتون میگم من الان که میخوان چی بدن دیگه. از اون مهمتر اینه که بعد این مال 12ام بچه ها، این مال 12ام، میخوام بهتون ثابت کنم حرف آخر این امکانو داره یه تیکه از وسط سال 12ام بکنه بیاره تو پایه به آدمی درس بده که شاید تا حالا تجربهش نکرده و در عرض چند دقیقه برسه به جایی که هیچ معلمی تو دنیا تا حالا بهش نرسیده، مگر اینکه حرف آخری باشه. بعد مدار رو بهتون درس میدم، بخش بزرگی از مدار رو درس میدم، چیزهایی تو این بهتون یاد میدم، یه قسمتش امروز شروع میشه و یه قسمتیش هم انشالله در جلسه آینده.
و اینجوری مدار رو تموم میکنم، چون خیلی میخوام روش کار کنم، تکه های مختلفی رو به هم دیگه متصل کردم یه بدنه قول درست کنم. پس در واقع توی امروز ما کل آینه ها و تکه ای از اینو و قسمتی از مدار رو خواهیم داشت توی جلسه بعد. دقیقا. ادامه مدار تموم میشه و آخرین جلسه اختصاص داره به بحث فشار. بخش بزرگی از خواص ماده رو من در یه جلسه کوتاه تقدیمتون میکنم. مثل همیشه سوالای 98ش رو تو همه اینا همه رو حل میکنم، 97 داشته باشه حل میکنم و 93 4 هم حل میکنم، 89 هم حل میکنم. یه جوری بعضیاشو میرم بچه‌ها که از وقتی تاریخ کنکور تا حالا یادش میاد همه سوالا حل شن و دیگه تموم. ما نگاهمون الگو محوره. همه اینایی که میبینین در انتهای این جلسه ها تبدیل میشن به یه چیزایی براتون که با یه نگاه یه فیلم سینمایی یادتون میاد، نه فقط یه نقطه، و واقعا میشه یه خاطره بی‌نظیر. ماندگاری این دروس بی‌نهایته. امروز گوش کنید تا ابد سوال حل کنید، دیگه اصلا نیازی نیست برگردید. حتی من فقط یه خواهشی دارم، من از بچه‌ها یه خواهش دارم، بچه‌ای که امسال اومدید سال 12م یا بچه‌ای که الان پشت کنکور هستید و سال 12م رو سپری کردید، لطفاً کتاب 12م اونم کتاب کمک آموزشی ها، هر کتاب کمک آموزشی رو دوست دارید بذارید جلوی روتون. حتی حل سوالات کنکور 98 توی همین قسمت آینه ها رو بذارید جلوی روتون، پاسخ نامش رو نگاه بکنید، دانلود کنید، نگاه آفرین. کنید بعد نگاه بکنید ببینید با چه راهکار و روش هایی ما اینا رو تدریس میکنیم و براتون حل میکنیم. اون موقع میفهمید که فرق 3 دقیقه با 10 ثانیه چقدره. یه سوال تو 3 دقیقه حل میشه، اما اون سوال با یک نگاه دیگه تو 10 ثانیه حل میشه. اون موقع ارزش کار حرف آخر رو کاملا حس میکنید. آقا من در خدمتم. بزرگوارید. با برنامه 1000 ساعته حرف آخر میتونی همه درساتو تو 4 ماه تموم کنی، 7000 تا تست بزنی و همه درساتو تا کنکور 7 بار دوره کنی. برای دریافت این برنامه همراه با مشاوره رایگان همین الان عدد 1000 رو برامون پیامک کن. جلسه اول ما از 2 بخش درست شده. یکیش آینه است که الان میخوام درس بدم. وسطای این جلسه هم میریم سراغ چی؟ مدار. اتیکشن میگیم. پس جلسه اول بخش اولش بازتاب از آینه. چی نوشتم؟ بازتاب های متوالی از آینه ها. استاد منتظری، امروز میخوایم ببینیم آینه تخت چطوری کار میکنه. بله. این آینه تخته، همینه که ما خودمونو میبینیم توش. یه شیشه ای که زیرشو مثلا نقره اندود کردن، جیوه اندود کردن. دقیقاً. بالاش میشه آینه. دقیقاً. قبوله. استاد منتظری، اگر یه لیزر به این بزنید، حتما از سطحش چی میشه؟ بازتاب میکنه. قبل از اینکه این بازتاب رو ما تعقیب کنیم، با هم دیگه میخوایم یه سری تعاریف فیزیکی رو برای بچه‌ها بگیم. موافقم. بچه‌ها فیزیک مثل اینکه تو هندسه میخونین یه چیزایی داره به نام خط عمود. مثلا اگه این یه سطح باشه، همیشه میشه یه عمود به این کشید. این فرضی در نظر بگیرید. فرضیه دیگه. قبوله؟ زاویه بین پرتو تابش و خط عمود رو به زبان فیزیکی بهش میگن زاویه تابش. من چه اشتباهی میکردم قدیما؟ من فکر میکردم که در واقع اون پرتوی که میخوره به آینه، با خود آینه اون زاویه که میسازه اسمشو میگن زاویه تابش. نه. نگو با خط عمود زاویه تابش میسازه. پس اسم اینو اگه اشکال نداره بگیم زاویه تابش و یا زاویه اصلی. اصل قضیه است. یعنی مگه فرعی هم داریم ما؟ آره دیگه، یه دونه هم این با این میسازه که 90 منهای اینه. آها. پس پرتو ما با عمود، یعنی اون عمودیه میشه اصلی، اونی که با افق زاویه میسازه یعنی با خود آینه میشه فرعی. محمدشون، حمیدشون. حمیدشون. آقا بازتاب هم با خط عمود همان زاویه رو میسازه. پس تابش و بازتابش هر دو اصلی هن. این قانونه. و اونایی که با افق یا با آینه زاویه میسازن اونا رو بهشون میگیم فرعی. بچه ها قانون بازتابش به ما میگه همیشه این دوتا مساوی هن. و در این حال این و این توی صفحن. و اینو اینم با هم دیگه زاویه 90 می‌سازن. اینو کل داستانه. موافقم. کتاب درسی تموم شد. قبول. اما یه سوالی، مگه شما بیشتر از این می‌خوای حرف بزنی؟ آره، تو کنکور اینا رو نمی‌دن بچه‌ها. گوش کنید. استاد فرض کنید یه آینه دیگه با این آینه یه زاویه می‌سازه مثلا آلفا. بعد این پرتو میدونید که عاشق انعکاسه. درسته. تا می‌خوره به این میگه ای من منعکس میشم.
بهش میگیم وایس تا میخوای منعکس چی ما قانون داریم ما میگه قانون چیه میگیم همیشه یه تابش داریم یه بازتابش به نام زاویه اصلی که اینجا هم رخ میده البته با مقدار دیگه ای ولی بازم وجود داره یعنی این انعکاسی که اینجا رخ میده باز یه اصلی اینجا داره یه اصلی اینجا داره یه فرعی هم اینجا داره آها یعنی ما هر پرتوی فرقی نمیکنه وقتی به یه آینه برخورد میکنه حتما اصلی داریم فرعی هم داریم توش هزار تا دو تا اصلی داریم دو تا فرعی داریم که الان هم دیگه قرار میگیرن و حتی تو برخورد هزارم هم این هست آها موافقم برف خب امروز میخوایم دو چیز رو یاد بگیریم غیر از اینا یک ورود اول و خروج آخر اگه این آخری باشه آره. چه زاویه ای میسازن؟ آه یعنی این ادامه بدیم اینم ادامه بدیم آره، زاویه بینه و اینو. آها زاویه بینه ورود اول و خروج آخر چه خواهد شد؟ این یکی از خواسته همونه که اگه یه برخورد بکنه دو تا بکنه سه تا بکنه هزار تا برخورد بکنه یک با اون آخری چه زاویه ای میسازن؟ آها این اولین درس خب و یه درس دیگه هم داریم چی؟ میخواییم ببینیم اگر این زاویه اصلی مثلا 40 درجه است و این 8 بار برخورد کنه اصلی اون چند درجه است یعنی توی نقطه هشتم یا تو برخورد هشتم زاویه اصلی اون چنده زاویه فرعی اون چنده یعنی اگه اینو بدن اون چنده آها این آها. کل قضیه است خب خیلی خوبه بچه ها اول اینجا رو خوب نگاه کنید یه طبقه از درس رو بریم یه عالم سوال حل کنیم حالشو ببریم بعد بریم بعدی طبقه بعدی استاد این الان دو تا آینه است که زاویه چند می‌سازن 40 درجه این زاویه بین آینه ها چه ثابت و این زاویه فرعی سیه آره راست میگی این حمیدشونه باید خط عمود بکشیم بعد اون موقع میفهمیم اون زاویه 60 درجه خب پس این الان اون زاویه اصلی همون میشه 60 قبول دارم فرض کنید با آینه دوم میخوریم آها حله درسته اینجا زاویه اصلی ما چند استاد 60 درجه بسیار عالی قبول و این زاویه 60 اصلی است و اصلی میدهد آها یعنی اگر من میخوام زاویه اصلی این برخورد رو پیدا بکنم آها. باید از این اصلی شروع کننده حساب بکنم اون اصلیه رو پس بلایی سر اصلی میاریم اصلی بعدی رو پیدا میکنیم یعنی پس با اصلی اولی اصلی بعدی رو پیدا میکنیم این بعد از اینجا اولین برخورده آها بعد از اینجا یعنی این اصلی شروع ماست پس یعنی در واقع میشه نقطه اول از اینجا میشماریم قبوله اولین برخورد یک برخورد بعد از اینه درسته و یک برخورد به این معنیه که شما باید برای پیدا کردن اصلی این بیاید اینو یعنی اصلی رو منهای زاویه آینه ها کنیم اه یعنی من الان این 60 رو چون اینجا یه نقطه داریم 60 رو منهای یه دونه 40 بکنم بله میشه چند 20 این اصلیشه یعنی اصلی پیدا شد؟ تموم شد حالا یه سوال دیگه الان همین خورد الان مثلا اصلی اینو میخوام پیدا بکنم چیکار باید بکنم؟ یه برخورد دیگه اضافه نشد خب پس الان دو تا برخورد دارم یعنی یه چل دیگه کم کنیم خب پس اینطوری بریم جلو میگیم باز دوباره من این اصلی اولی رو دارم 60 رو دارم منهای دو تا 40 میکنم هر برخوردی بعد از این یه دونه 40 از این کم میکنه پس یعنی در واقع اینجا میشه 60 منهای دو تا 40 یعنی 60 منهای 80 میشه منهای 20 منفیشو پاک کن 20 اینجا 20ه عجب حالا برخورد میکنه به این یکی خب الان شد 3 تا نقطه یه 40 کم میکنیم 2 40 کم میکنیم 3 40 کم میکنیم پس دوباره این 60 رو منهای 3 تا 40 میکنم یعنی 60 رو منهای 120 میکنم اندازه این خب میشه چی؟ میشه منهای 60 ولش کن میشه 60 این 60 یه سوال جالبتر من الان یه سوال که نه یه نتیجه جالبتر آقا الان من اینجا اصلی اینو پیدا کردم نمیتونم حمیدشون رو پیدا بکنم چون دیگه 90 رو کم کنین از این دیگه 90 منهای 20 میشه چند 70 خب الان اینجا این یکی هم میتونم در واقع حمیدشون رو پیدا کنم یعنی زاویه فرعی رو پیدا بکنم حمید اینا رو پیدا کنیم این 60 پس یعنی مثلا به من میگن آقا تو نقطه دهم مثلا 10 بار خورد یعنی این اولی باشه بعد دهمی اصلا کلا آها من میگم اینجا از اینجا به قول شما بله بله اولی باشه بله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تا 40 باید از این کم کنی پس میشه 60 منهای 400 دقیقاً درسته دقیقاً 60 منهای 400 چند میشه میشه 340 خب 340 چقدر فاصله داره تا 360 درجه 20 درجه پس یعنی اون زاویه‌ای که ما داریم اصلیش 20 آفرین اصلیش 20 بعد اون یکی چی فرعیش میشه 70 چون با نباید بشه 90 کل قضیه اینه یاد گرفتید جالب شد بچه‌ها پس خیلی مهمه اصلی میدهد چه جوری بعد از اینجا اولین برخورد یه دونه از این 40 از این کم میشه
دومی دو تا چهل، دهمی ده تا چهل. از اصلی کم میکنیم، اصل رو به دست میاریم. من یه چیزی رو بگم، اجازه هستش؟ الان یه بحثی رو داشتیم، گفتیم 60 منهای 400 میشه 340. آقا تو دایره تصور بکنید. بله. اینجا دایره مثلثاتی هستش. من 340 تا رفتم جلو. خب یه دور کامل بزنم میشم 360. دقیقاً. پس یعنی در واقع باید 360 تا برم جلو، 20 تا بیام عقب. بله. تا این بشه 340. سوال من اینه، این 340 آیا همون زاویه منهای 20 درجه نیستش؟ منهای 20 درجه همون 20 درجه نیستش؟ پس اینجاست که میگیم 20 درجه. استاد ریاضی دقیقاً به تو گفت چی شد؟ اینو گفتم که بدونید داستان چیه. این خود همون چیزیه که استاد منتظری گفتن. بله. در واقع ما تو فیزیک وقتی مثلا این دو تا خط رو می‌بینیم یا مثلا این دو تا خط رو استاد می‌بینیم، به بچه‌ها میگیم این زاویه‌شون نیست، اینه. آره. اینجوریه دیگه. بله بله. این فیزیکیشه. بله. خب. آره. آقا خواهش می‌کنم این سوالو با هم بخونیم. بریم. تجربه خارج 93. بچه‌ها خارجون هسته، این از تو جیبم در نیاوردم، این مال دفتر کنکوره. مطابق شکل زیر، شکل رو ببینید، دو تا آینه زاویه چند میسازن؟ 60. و زاویه حمیدشون یعنی فرعی 20. من که اینو نمیخوام که. من باید اون 70 رو داشته باشم. پس اصلی چنده؟ 70. بریم. خب. میگه پرتو نوری با سطح آینه تخت یک زاویه 20 میسازد، یعنی همون فرعی. بله. این پرتو در اولین برخورد به آینه دو، یعنی اولین برخورد به این رخ داد. خب. با سطح آن، یعنی فرعی چه زاویه‌ای می‌سازه؟ یعنی با سطح آینه، پس اون فرعیه رو من می‌خوام. اول میرم سراغ اصلیه. اصلی. موافقی؟ بله. خب من میگم یه برخورد داره، پس من باید 70 رو منهای یه دونه 60 بکنم. یعنی اصلی رو منهای یه دونه 60. میشه 10. 10 اصلی شونه. یعنی این الان 10. پس اون یکی چی میشه؟ میشه 80. همون جوابه. گزینه 4. 93. حالشو ببرید. تجربه 97. پرتو نوری با زاویه 30 درجه به یک آینه تخت میتابد. خب. پس پرتو نوری با زاویه 30 درجه، زاویه 30 درجه یعنی اصلی. آها. اگه نمیگن سطح آینه. آها. بسیار خوب. پس یعنی اگه بگن با زاویه 50 میتابد، یعنی زاویه اصلی 50. خب خیلی خوبه. این نکته خیلی مهمیه. خب بعد از بازتاب از آن، یعنی از این بازتاب میکنه، یه آینه تخت دیگر میخورد. ببین خودش گفته. آره. یه برخورد تا حالا. آفرین. بعد از این اولی. درسته. اگر دو آینه با هم زاویه چند بسازن؟ 45 درجه بسازن. میگه زاویه بازتاب از آینه دوم، زاویه بازتاب یعنی زاویه اصلی. زاویه تابش و بازتابش هر دو اصلیه. اصلی. پس یعنی در واقع اصلیه اینو میخواد. چون یه برخورد داشته. تمام شد. من میام 30 رو منه یه دونه 45 میکنم. میشه منه 15. همون 15 دیگه. کجای 15؟ 97. خود جنسه. حالا برید هندسی حساب کن، اینا رو همه رو به هم وصل کنید، بگی این چقدر میشه، اون چقدر میشه، نه متممش رو حساب کنید، ول کنید اینا رو. هفت تا برخورد کرد، زیر پای آدم درخت بامبو سبز میشه. باید حتما این روش رو برید. حرف آخر. مثال این شکل خوب نگاه کنید، زاویه آینه ها 60، زاویه اصلی 45. میگه پرتو بازتاب از آینه دو، یعنی پس حتما به آینه دو میخوره، بازتاب میکنه. پس قراره بازتاب، حالا چی میگه؟ با آینه یک چه زاویه‌ای میسازه؟ پس یعنی این قراره بازتاب بکنه، بخوره به آینه یک. حالا میگه اون بازتابه با آینه چه زاویه‌ای میسازه؟ یعنی فرعی. فرعی، فرعی دوم رو میخواد. آها، فرعی دوم. پس من اصلی دوم رو پیدا میکنم، بعد فرعیشون رو پیدا میکنم. خب اصلی ما چنده؟ 45. دو تا برخورد داریم، دو تا 60 درجه کم پس کنیم. پس 45 منهای دو تا 60. یعنی منهای 120. پس 45 رو منهای 120 میکنیم. مثل این میمونه که مثل این میمونه که 120 رو منهای 45 میکنیم. ما قدر مطلق یه 40 تا کم بکن میشه 80. 5 دیگه هم کم بکن میشه 75. 75 اصلی شونه، من فرعی شو میخوام. یعنی اینجوریه، ببینید اصلی 75 من فرعی رو میخوام. فرعی شون 15. گزینه 1. ماچت کنیم. چاکریم. ماچش کنم. حرف آخر 20% از محتوای آموزشی همه درس‌ها رو تو یه پکیج آماده کرده و همین الان میتونی فقط با پرداخت هزینه ارسال این محصول رو سفارش بدی. پس همین الان عدد 5 رو به سامانه پیام کوتاه مؤسسه، یعنی 1029-07 پیامک کن. بچه‌ها این سوال خوب نگاه کنین، تجربی خارج 98. 98 همین الان اومده. یعنی آخرین سوال دیگه موجود. مطابق شکل زیر، شکل نشون میده که دو آینه زاویه چی میسازن؟ چهل. نوری به آینه یک میتابد، نوری به آینه یک میتابد، اونه با زاویه 30 درجه فرعی. فرعی. بسیار خوب. در ادامه مسیرش دوباره از آینه دو بازتاب میشود، یعنی پس میخوره
میخوره به آینه دو. احتمالاً میخوره به آینه دو و باستاب قراره بشه از آینه, از آینه دو. فعلا یه بار. پس یعنی باستابش. باستابش احتمالاً باید بخوره دوباره به یک. حالا این چی میگه؟ میگه زاویه باستاب آینه دو در دومین باستاب. یعنی دو بار میخوره به این. پس یعنی اگه بخواد دو بار به این بخوره، پس این تو برگشت باید بخوره به آینه یک و بعد بخوره به آینه دو. حالا میگه زاویه باستاب و در دومین باستاب. خب زاویه باستاب مگه زاویه اصلی نیسته؟ هم تابش هم باستابش اصلیه. خب پس یعنی در واقع اصلی اصلی میده. من توی سومین برخورد دنبال اصلی میگردم. دقیقا. یک، دو و سه. آها. بسیار خوب. خب بس. پس یعنی الان من باید بیام زاویه اصلی اینو پیدا بکنم. خب اصلی این استاد چیه؟ یه 90 درجه در نظر بگیریم، 30 تا برداریم میشه 60. میشه 60. اصلی باید اصلی بده. حالا من 60 رو باید منهای 3 تا 40 بکنم تا به زاویه اصلی، حالا چه تابش چه باستابش سومی برسم. نتیجه 60 منهای 120. 60 منهای 120 میشه منهای 60. میشه 60. 60 دیگه. تموم شد. کجایی؟ گزینه 3. 60. گزینه 3 میگم. گزینه 1. تمام. اصلا معرکه است. کنکور 98 ها. میبینید؟ مرسی. بچه ها 5 تا باستاب دیگه به این اضافه کنین. الان 3 تا است. 5 تا دیگه بشه اضافه کنیم بشه 8 تا باستاب. چقدر میشه؟ 8 تا 40 تا کم میکنیم. 320 تا. 60 تا منه 320 بکنیم. تمام شد. اون جوابشه. تمام شد. آخرشو در میاره. اما یه سوالی. یه مشکل خیلی بزرگ هست که الان میخوایم دوباره در ادامه درس بریم سراغش. استاد این اولین ورودیه. بله. هست یا نه؟ اجازه بدید من یه قلم از این بگیرم. این ورودی اول بعد از اینکه به این خورد و به این خورد و به این خورد آخر مثلا توی این سوال اومد اینجا. فرض کنید این خروجی آخره. درسته. دلیه دیگه. بله. این ورودی اول و این خروجی آخر چه زاویه می‌سازن؟ آها. پس یعنی الان مرحله دوم تدریس ما داره شروع میشه. تا حالا گفتیم اصلی چجوری اصلی میده. آره. اما حالا سوال اینجا زاویه این با اون آخریه چنده؟ یعنی ورود اول با خروج آخر مد نظر با هم دیگه چه زاویه ای رو درست میکنن؟ اونو میخوام. آها. پس من باید زاویه بین دو بردار رو بلد باشم. پس دو تیپ سوال از این مدل آینه ها میدن. یه مدل اینه که زاویه های اصلی و فرعی رو با هم بازی میکنن. یه مدل اینه زاویه بین ورودی اول و خروجی آخر رو با هم قیاس میکنن. یعنی زاویه بین دو بردار. باید یاد بگیریم زاویه بین دو بردار رو چه شکلی پیدا کنیم. بنابراین اجازه بدید بریم سراغ پله بعدی، زاویه دو بردار رو تو هندسه تعریف کنیم. بعد بریم سراغ فیزیک ببینیم این بردار با اون بردار چیکار داره، چه زاویه میسازه. آماده این؟ بریم. برای رسیدن به رشته‌های تاپ تو بهترین دانشگاه‌های کشور مثل پزشکی، دندان، دارو، فیزیوتراپی، مهندسی‌های خوب، پرستاری، چه درصدایی باید بزنی؟ اگه می‌خوای همه این اطلاعات رو داشته باشی و کوتاه‌ترین راه‌های رسیدن به اون رشته‌ها رو هم بهت یاد بدیم، همین الان کلمه درصد رو به سامانه 1029-07 پیامک کن. استاد، الان بردار آ و بردار ب با هم دیگه یه زاویه ای ساختن. پس لطفاً علامت بردارم روش بذارید که بردار آ و بردار ب. متشکرم. در ریاضیات و فیزیک یک الگوریتم هست برای پیدا کردن زاویه دو بردار. گفتن به ما از قدیم ها که باید دو تا بردار از یه نقطه رسشن. بله. و از یه نقطه به قول معروف فرار کنن. وقتی از یه نقطه فرار میکنن زاویه فرار بینشون رو میگن زاویه بین دو بردار و اون زاویه کوچیک است. یعنی هم این الان وجود داره هم این، ولی این زاویه دو برداره. پس یک، بردارا باید یه نقطه فرار کنن. دو، کوچیکترین زاویهشون میشه زاویه بین. مثلا الان اینجا یه نقطه است. من دارم فرار میکنم، یعنی دو تا بردار دارم که دارم فرار میکنم. دقیقا. پس اون زاویه میشه زاویه بین دو بردار. نه این یکی. آها. این یکی. آها. کوچیکشون. حالا استاد این الان چی میشه؟ من اینطوری میگم. میگم آقا من این نقطه رو دارم، نقطه برخورد. اینور داره فرار میکنه، اینور هم داره فرار میکنه. پس این زاویه میشه زاویه بین دو بردار. زاویه فرار. اما این زاویه گنده تره هم میتونم بگیرم. ولی بله. اون نه، اون قبول نیست. یعنی از اینجا تا اینجا نه. این نه. قسمت قابل نه. قبوله. یعنی زاویه زیر 180 قابل قبوله. درود باشه. آها. حالا این یکی چی استاد؟ خب اینجا این نقطه مشترکشونه. بله. فرار، فرار، زاویه بینشون. اینا نگاه کنید بچه‌ها. این بردار الان با این بردار فرار نمی کنن از یه جا. من باید یه کاری کنم فرار کنن. اینو بر می دارم اینجا می ذارم. یعنی اول نقطه مشترکشون رو پیدا می کنیم که اینجاست، چون نقطه برخورد دو بردار مشخصه. آفرین. ولی اینا با هم فرار نمی کنن. به قول شما اینو می کشی اینور، اینو کپی می کنیم اینجا. حالا می گیم زاویه کوچیکه بینشون اینه. آها، زاویه فرار. فرار. آها. حالا اینا به جای اینکه فرار کنن دارن به هم میرسن. خب نقطه برخوردشون کجاست؟ اینجاست.
به این میگیم تو بیا اینجا داداش. آره. به اینم میگیم تو بیا اینجا. این حالا آره خوش داداش. شده. حالا درست شد. درست شد داداش. بله. و اینه داداش. آره. اتفاقی که افتاد اینه که به این میگن زاویه بین دو بردار. یاد گرفتی؟ اینا رو بعدا لازمشون داری. خب. فرض کنید دو تا آینه با هم دیگه زاویه 90 می‌سازن. حوصله کنید تا تاشو میریم. پس الان این داستانی که میخواد بگه فارغ از اون داستان اولیه، توی داستان اولی مثلا میگفتیم توی نقطه ششم به ما بگو زاویه تابش یا زاویه اصلی چقدر، زاویه فرعی چقدر، زاویه اصلی چقدر. الان داستان عوض شده، ما دو تا آینه داریم با هم یه زاویه رو میسازن، یه ورود اول داریم یه خروج آخر داریم، اون زاویه بین ورود اول و خروج آخر یا اصطلاحاً زاویه انحراف رو میخواد. درود بر شما. پس یه ورود اول داریم با زاویه دلخواه آی، بعد منعکس میشه میخوره به این، بعد منعکس میشه به این، میگیم ورود اول، به این میگیم خروج آخر. قبوله. فارغ از یه اثبات هندسی آسون که یه دقیقه میتونی خودتون ثابتش کنین، نتیجهشو گوش کنین. ورود اول یه برداره و خروج آخر هم یه برداره. درسته. و ما میتونیم به راحتی ثابت کنیم. یعنی اونو برداشت آوردی اینجا، اینا برده بود که یه کپی اگه از این اینجا بذاریم و یه کپی از این اینجا بذاریم، زاویه‌شو دقیقاً چقده؟ 180. پس ما میتونیم بگیم زاویه فرار ما 180. درسته. به چه شرطی؟ آینه‌ها با هم زاویه 90 بسازن. چون اینجا زاویه بین دو آینه 90 بوده، زاویه انحراف اون شده 180. یعنی آقای کامیار 90 رو ضرب در 2 کردی؟ بله. اجازه آقای کامیار، این چی؟ این چی؟ اینو ول کن. اینو ول کن. چی مهمه؟ یعنی زاویه انحراف فقط به زاویه بین دو آینه بستگی داره؟ و اون زاویه همیشه دو برابر زاویه دو آینه است. یعنی زاویه دو آینه رو دو برابر بکنی زاویه انحراف درست میشه؟ یعنی در واقع زاویه انحراف اصلا ربطی به زاویه تابش و بازتابش و این داستانا نداره؟ نداره. فقط به زاویه بین دو آینه بستگی داره. فقط یادتون باشه الان هنوز جلو نرفتیم، دو تا برخورد رخ داده. بعد از اونم یادتون میدم، سه تا چهار تاشم یاد میدم. پس هر زاویه بین دو آینه داشتم دو برابرش میکنم میشه زاویه انحراف. به شرط اینکه چند تا برخورد داشته باشین؟ دو تا برخورد و دو برابر میکنیم. حالا اگر این زاویه آلفا بود 90 نبود چیکار کنیم؟ دو آلفا میشه. یعنی یه ورود اول، یه خروج آخر، زاویه بین این دو تا که گفتیم یعنی چی میشه دو آلفا. آها. قبوله. استاد اومدیم توی هندسه می‌خواستن اذیتمون کنن. این زاویه رو تن زاویه دو. این زاویه منفرجه داده؟ الان بچه‌ها میگن آقا دو برابرش کنین از 180 بیشتر میشه، یعنی چی؟ نه نه نه، این اصلا زاویه بین دو آینه نیست. استاد منتظر خودش تو درسشون گفتم، من دیدم. میگن آقا اگه دو تا خط هم دیگه رو قطع کنن زاویه بینشون، زاویه حاده بینشون مد نظره. یعنی این زاویه بین دو خط اون نیست. آه. این زاویه فیکه، این قلابیه. آلفاشون رو ضرب در دو کنید. یعنی هر وقت زاویه بین دو آینه دیدی یه لحظه فکر کن نکنه منفرجه باشه. یعنی چی؟ یعنی حاده شونو پیدا کن، اونو دو برابر کن، زاویه انحراف پیدا میشه. اینو دو برابر میکنیم، اینو دو برابر میکنیم. آها، اونی که حاده است مستقیما دو برابر میشه. منفرجه دیدی ول کن، حاده شو پیدا کن، دو برابر کن، زاویه بین انحراف پیدا میشه. دوباره تاکید میکنم، یه برخورد و دو برخورد. اگه دو برخورد رخ بده انحراف دو برابر آلفاست. قبول. بیشترش آقا چی میشه ثبت کن. وایس تا آخر جلسه میگم. بریم. سوال حل کنی. دیگه تموم شد. 76. بله. 76. 76 86 96 22 سال گذشته. 22 سال پیش. حالا شما به دنیا نمیدید. مثلا خیلی از شما که نگاه میکنید موقع دارن نمیدید. خیلی حل میکنه ها. 98 هم حل میکنه. زاویه بین دو آینه 60 درجه است. دو برابرش کن 120 تا. زاویه انحراف پیدا میشه. ول کن اونو. اون اصلا به دردمون نمیخوره. 120. حالا ببینیم واقعا نکنه زاویه انحراف نخواسته. چی گفت؟ گفت در شکل مقابل دو آینه تخت M1 و M2 با هم زاویه 60 درجه میسازن. اگه پرتو SI مطابق شکل به M1 بتابد و از اون منعکس بشه، خب ورود اول و خروج آخر چه زاویه میسازن؟ آها. آره درست. بله. بچه یه سوالی، اگه این 60 رو بتونه دادن 56 چیکار می‌کردی؟ اصلا ولش کن. اصلا ما با این کاری نداریم. ما فقط برامون ملاک زاویه بین دو آینه هست. ضرب در دو. اونو باید ضرب در دو کنیم. زاویه تابش و این داستانا رو ول کن. اصلا ارزشی نداره. یعنی اونا تأثیری روی زاویه انحراف ندارن. نه. یعنی الان فهمیدیم اگر دو تا برخورد رخ بده این هیچ کار است. اینم هیچ کار است. فقط زاویه بین دو آینه. 100 نه. 80 مکملش. اون زاویه حاده رو پیدا کن، اون 80 آره 80 80 رو ضرب در دو بکن میشه زاویه انحراف 160. سرسری 81. بریم بعدی.
87 ریاضی خارج. صد و در رو ول کن. برو به چسب 70ش. حادش اون رو نگاه کن. اون 70 رو ضرب در دو بکن. 70 ضرب در دو؟ میشه 140. بله. بله. ریاضی خارج 80 رو. آلفا 75. چرا؟ چون دو برابر بشه به من 150 رو میده. آقا چرا این زاویه انحرافه؟ یه لحظه جان من نگاه کنی. آقا این مگه ورود نیست؟ این از یه نقطه ورود اول. خب. بله. میاد میخوره به اینجا میره بله. این سمت در اینم ادامهش اگر بدیم خروج آخر. پس یعنی این زاویه که متقابل برست با این هستش دقیقا. این 150 اینم 150. پس یعنی در واقع من دو برابر اینو بکنم میشه چی؟ 150. پس آلفا من 75. یعنی اینجا برعکس عمل کردن، انحراف رو دادن، زاویه رو خواستن. تمام شد. همش دو ثانیه‌ایه. استاد ببخشید اگه یه سوال بدم توی کنکور این سیه مثلا بشه 29 چیکار می‌کنین؟ آقا ما با چه زبونی باید بگیم عزیز من؟ قربون شکل ماهت برم. فقط زاویه بین دو آینه هست که زاویه انحراف رو میسازه. این زاویه های تابش و اون زاویه فرعی اصلا هیچ کاره هستن، کاری انجام نمیدن. 28 درجهش هم همین. آقا ما با چه زبونی بگیم نمیشه؟ اینا رو ول کن. بچه ها میدونی چی باله؟ فرض کنید تو کنکور این سه تا شکل رو میدن، بعد به شما میگم با توجه به این سه شکل در کدام شکل زاویه آلفا 75 درجه؟ تو هر سه تاش 75. چه گزینه 4؟ چرا؟ چون همیشه زاویه انحراف 150 رو من دارم میبینم، نصفش میکنم میشه آلفای من، یعنی 75. آینده رو ببینیم هر آره. چیزی از تو دل اینا در میاد ولی یک درسه. موافقم. ریاضی 92 داره نزدیک میشه. بتا مساوی دو آلفا. تمام شد. میگه چند برابره؟ ببخشید این گزینه اشتباه شده، دو بوده. دقیقاً. میگه بتا چند برابره؟ دو برابر. بچه‌ها ببینید این ورود اوله دیگه، نگاه کنید این ورود اوله. بله. این خروج آخره. موافقم. مگه این با این متقابل برست نیست؟ بله. پس اینم همون بتاست دیگه. درسته. بتا مساوی دو الفا، دو برابر الفا. من ببخشید تو تایپ نمیادم رفت درست کنم، این دو برابره. بله بله. بچه‌ها ریاضی 92 رو نگاه کنید. الان با چه هندسه‌ای می‌خواید اینو حل کنید؟ فکر کنید تو کنکور اومده. اینو نمی‌دونستین چیکار می‌کردین؟ هیچی، باید 2 دقیقه 3 دقیقه زمان می‌ذاشتین. بیشتر یه هندسه قوله با همه اینا رو ثابت کنین. چجوری به عقل آدم میرسه؟ برید تو کتاب‌ها نگاه بکنید. خواهش می‌کنم برید تو کتاب‌ها نگاه بکنید. اون موقع متوجه میشید تفاوت حرف آخر با بقیه در چیه. خاطر همین کپی ماه یا کپی ماه همینا رو از اول میگن بعضیا، نمیدونم واقعا با چه رویی، یا یه چیزی گفتن که هیچی الان عرش میدوسم بشینه پاش نمیفهمه. وحشتناکه. یه صفحه حل کردن ریاضی خارج 85. بچه‌ها یه پرتوی اینجا وارد شده، من اسم اینو میذارم ورود اول. به نظر میاد خورده به این، خورده به این، فرار کرده. پس این میشه خروج آخر. پس این خروج آخره، این چیه؟ ورود اوله. زاویهشون 90 درجه است. آره. پس حتما این 45 بوده. تمام شد. 45 رو دو برابر بکنی میشه 90. چطور تو برابر 45؟ 85. بریم بعدی. هی میام جلو میرم عقبا. نگاه کن. این تجربی نداشت. 96. تجربی. یه لحظه یه چیز بگم. آیا قبول داری که این زاویه انحرافه و بتای ما دو برابر آلفاه؟ کاملا. باش. من یه چیزی بگم. شما بگو. نوشته زاویه تابش آی نصف بشه. خب چی میشه؟ خب بعد میگه زاویه بتا چگونه تغییر میکنه؟ اصلا زاویه بتا ربطی به آی نداره. آی هر جور تغییر بدی بتا تو همیشه دو آلفاه. پس بتا تو تغییر نمیکنه. بتای تو ثابت میمونه. چرا؟ چون فقط وابسته به آلفاه. چون آلفا تغییر نکرده پس بتا تغییر نمیکنه. شما آی رو هر کاری بخوای باش بکن بکن. هیچ کار است. آقای کامیار ببخشید اینو چجوری تو روش رایج حل میکنن؟ برو ببین. برو نمیشه میکنه. بله. چجوری میخوای ثابت کنی اینو؟ این دیگه عدد نیست، پارامتره. بله. یعنی اگه هندسه‌شون ندونی گرفتار میشی. ببینید بچه‌ها مجموع زوایای داخلی مثلث 180. یا اینو میدونی یا سر جلسه اگه بدن ندونی نمیتونی اثباتش کنی، وقت نداری. بله. تموم شد. بله. تجربه خارج 96. ای جانم طراح سوال. آقا طراح دمت گرم، دست درد نکنه. ممنون از این که اومدی چیکار کردی؟ زاویه بین دو آینه حادشون رو دادی. همونی که ما می‌خواستیم از خدا. آره. اوه آلفا الان باز انحراف میشه. زاویه بین دو آینه منفرجه رو بیخیال شده، حاده رو داده. میگه باستابش از آینه دو با پرتو اولیه چه زاویه می‌سازه؟ خب یعنی انحراف دیگه. دو آلفا. این حادشون رو دو برابر کن. دو آلفا رو می‌سازه. 96. چه نشسته ای که 98. ای خدا اما را حل میکنه. آقا یه سوال. این مگه ورود اول نیست؟ بله. این ادامشه. بله. میاد میخوره به اینجا، میاد میخوره به اینجا، این خروج آخر ادامشه. خب پس بذار بکشم. این ورود اوله. بله. این خروج آخره.
و اینجا زاویه با این برابره. پس اینم چیه؟ 100 درجه است. آقا یه سوالی، این حمیدشونه؟ حادشونه؟ آقا نه، این آلفا منفرجه است. شما باید این زاویه حاده رو دو برابر بکنی بشه 100. پس این حتما 50. آفرین. اینو برداشتن ضرب در دو کردن شده 100. پس این 50، پس حتما این 130. یعنی گزینه 3. تمام. 90 سلامو بزنم به کجا؟ 98 این شکلی علیشه خدا. تمام. عالی. ماچت کنم. چاکر. ماچت کنم. مرسی. عالی. دمت گرم. عجب نتایجی اون سال. خیلی باحال. خیلی باحاله. ریاضی خارجه؟ 88. بریم آقا. یه چیزایی از به نظرتون میاد اصلا کلا این به رفتی به درستمون نره، ولی داره. هر وقت دو تا آینه دیدین هم دیگه رو قطع کردن و هر وقت دیدین دو تا برخورد رخ داده یاد من بیفتید. آره. استاد این زاویه چیه؟ آلفاه. این چیه؟ بتاه. به من بگید ببینم اگر این ورود اول باشه این خروج آخر، یعنی در واقع این اومده خورده اومده اینجا، نگاه کن فلشش به این سمته، بعد دوباره رو همین برگشته به این سمت. پس یعنی خروج آخر من میتونم یه برداری این خروج آخر و این ورود اول میتونم از همینجا از این نقطه. آها دقیقاً. خب آقا این ورود اول و خروج آخر حتما دو بتاه. پس اینو میشه بنویسید دو بتا. بدون شک این دو بتاست. حالا یه سوالی چی میگه؟ میگه آلفا و بتا چه رابطه‌ای دارن؟ یه سوال دارم از شما، آیا وقتی که این خط اومده این زاویه رو نصف کرده اینجا آلفا، اینجا آلفا نیستش؟ اصلا این اصلی بود، اینم اصلی بود دیگه. قبوله. پس اصلی هستی. دو آلفا با دو بتا متقابل برسن. پس دو آلفا مساوی دو بتا. پس آلفا و بتا با هم برابرن. شد. گزینه یک. عجب. شد. عجب. تموم شد. عجب. امیدوارم لذت برده باشی. بله. آماده این بریم سراغ بعدی؟ بله. بریم ببینیم چی میشه. بچه ها یه سوال باحال دیگر رو نشونتون بدم. این ریاضی خواهی مرشاله. دو آینه تخت با طول زیاد، یعنی خیلی ادامه دارن تا بی نهایت، خب زاویه 30 درجه میسازن. خب در آینه یکی روزنه ایجاد شده. آه یعنی یه سوراخ درست کردن. این لیزر میاد تو میخوره به این. آه پس یعنی در واقع به آینه یک نمیخوره، از تو سوراخ رد میشه. پس یعنی در واقع برخورده اولش به آینه دو هستش. و قطعاً وقتی منعکس میشه به آینه یک میخوره. آره میخوره. پس یعنی در واقع ما دومین برخورد رو هم داریم، اما موندم این ادامه پیدا میکنه آیا به آینه دو دوباره برخورد میکنه؟ اتفاقا اینم تو همین مونده. چی میگه؟ میگه آن میکنه یا نه؟ یعنی چند تا برخورد میکنه؟ میگه این نور چند بار در برخورد به آینه ها بازتاب خواهد شد؟ تو بار که رو شاخشه. یه بارش که ببین این سوراخ ها به عنوان یه برخورد حساب نکنید. اولین برخورد میاد اینجا میشه دومین برخورد، اما تو اینجا موندم که آیا سومین برخورد رو داریم؟ پس دوش قطعیه. خب آقا یه سوالی جان، الان دو تا برخورد رخ داده، ورود اول و خروج آخر چه زاویه میسازن؟ حتما دو برابر 30، یعنی 60 درجه میسازن. پس یعنی در ورود اول خروج آخر. پس یعنی اینو آوردی عقب‌تر، این بردار اینم آوردی عقب‌تر، هر دو رو یه جا شروع کردی و این زاویه زاویه 60 درجه که دو برابر اون 30 درجه است. استاد اگر من یه خط موازی این بزنم، آها، یعنی این به این عمود باشه، چون خودش گفته بود این به این عموده. قبول دارم. پس اگه این با این موازی باشه این به هر دوشون عموده. موافقم. بنابراین این زاویه 90، 60 تو شما اینجا برمی‌دارم. اینجا 30 تا میمونه. خب اگه این سی باشه، آها، به نظر شما این سی نیست؟ 100 درصد این سی. به خاطر اینکه این و این موازی هن. بله. و این مورربه. پس این سی باشه، اینم حتما سیه. یه سوالی استاد، اگر این با این موازی باشه و این مورب، این دوتا سی نمیشن؟ چون این سیه و اینم سی شده، پس حتما این دوتا با هم موازی هن. پس نتیجه میگیرم آقا این با این موازیه، دیگه برخورد سومی رخ نخواهد داد، فقط دو برخورد. کلن شد دو برخورد. پس یعنی اینجا یه استراتژی میاد بسن. ما وقتی که فهمیدیم دو برخورد رو داریم، برای اینکه بفهمیم برخورد سوم رو داریم میمونیم. خدایا این ادامهش با این آینه چه وضعیتی داره؟ اگر با هم موازی باشن نمیخوره. اگر از هم دیگه دور بشن، بازتر باشن، نمیخوره. اما اگه به هم نزدیک بشن، بازتر باشن، باز باید ادامه بدیم. آها، ولی اینجا دیدیم اینا با هم دیگه موازی هستن، پس یعنی برخورد سومی رخ نخواهد داد، همون دو برخورد میمونه، گزینه دو میشه جواب. ببینید بچه ها، دو تا آینه که دادن حواستون به این حرفا باشه. و خیلی جالبه. یعنی اون چیزی که پاسخ دهنده سواله اینه که آقا زاویه حاده رو دو برابر کنی، زاویه انحراف به دست میاد. یعنی با این همه کار میشه انجام داد. 60 تا رو پیدا کردی، فهمیدی این مابقی 30 تا. چون این 30ه، پس این 30ه، این 30ه، این 30ه با هم دیگه برابر هستن، پس اینا با هم موازی هستن. این دومینوه، فقط این 60 مهم بود. آره. اینو نمیتونستی همینجوری بگی، من که حساب کنی. بچه ها آماده اید کلی قضیه رو ببینیم؟ یعنی به جای اینکه دوتا برخورد باشه
از یک تا ام تا برخورد باشه، تمومش کنی. دو تا آینه هم دیگر رو تحت زاویه آلفا قطع کردن. خب و اصلا مهم هم نیست آلفا چنده. بله. و بتا هم زاویه فرعی منه. آها، یعنی زاویه تابش نیست، اون زاویه با آینه است که زاویه فرعی است. فرعی است. قبوله؟ سوال اینجاست اگر الان این یه برخورد به این آینه بکنه، آها، آخرین و اولین چه زاویه میسازن؟ ما تو قسمت قبل بدونیم که وارد یک برخورد بشیم، یه دفعه راست رفتیم سراغ دو برخورد و گفتیم که میشه دو آلفا. قبوله. حالا الان شما میخوای بگی فقط یه برخورد، یعنی الان اینجا بخوره به اینجا، این خط عمود اینم ادامه پیدا میکنه، خب این فرعی هم همونه دیگه. فقط یه برخورد. پس یه برخورد باید عملا یه هم شرایط داشته باشه. خب اگه من بخوام زاویه بین ورود اول و خروج آخر رو پیدا بکنم، چون اینجا این دو تا همدیگه رو تو این نقطه قطع میکنن، اینو باید من بکشمش اینجا، با این یکی هر دو خروج دارن، پس اینجا میشه دو بتا. بله، چون این بتاست اینم بتاست، پس میشه دو بتا. خب پس یعنی در واقع توی حالت یک برخورد زاویه انحراف دو بتاه. میخوام کد گذاری بکنم، وقتی به من میگن یک برخورد، میگن یک معادل است با دو بتا. پس یک برخورد معادل است با دو بتا. زاویه فرعی یادتون باشه جلوتر قرار ازش استفاده بکنیم. ادامه پیدا میکنه، این میخوره به دومی و دومین برخوردش رو تجربه میکنه. آها، دومین برخورد. پس یعنی الان شد دو تا برخورد. دقیقاً. این خروج آخره، این ورود اوله. آها، درسته. ما داشتیم اصلا زاویه انحراف تو دو برخورد چی بود؟ همون دو آلفا بود. تموم شد دیگه. خب پس یه کدگذاری دیگه. آقا یه برخورد معادل است با دو بتا، دو برخورد معادل است با دو آلفا، که اینو کلی در مورد صحبت کردیم. قبوله. ده تا تست عمل. حالا اگه این ادامه پیدا بکنه بیاد بخوره به اینجا، سه برخورد. آها، سه برخورد داشته باشه. استاد یه پیشنهاد دارم. جانم. ببینید الان واقعیت اینه که ورود اول اینه. بله. درسته. خروج آخرم اینه. بله. ورود اول، خروج آخر. من میام این ورود اول و خروج آخر رو میبینم کجا هم دیگه رو قطع میکنم. و زاویه فرار رو پیدا میکنم. بله. زاویه فرار اینجا از این نقطه شروع میشه. این که به این سمت میره، پس این به این سمت، اینم که اینطوریه، پس اینم به این سمت. این میشه چی؟ اون زاویه انحراف توی حالت سه برخورد. که دنبالشی. آها. آقا ما فهمیدیم یه برخورد میشه دو بتا. بله. دو برخورد میشه دو آلفا. از این به بعد میخوایم سه رو با ترکیب اینا به دست بیاریم. آها. یعنی من میخوام عدد سه رو باز بکنم، ببینم در واقع دو و یک رو شامل میشه یا نمیشه. حتما میشه. پس دو بله به یکه. دو خودش معادل چیه؟ خب دو اثرش چی بود؟ دو آلفا. یک معادلش چی بود؟ خب دو بتا دیگه. آها، پس یعنی هر جا عدد دو دیدم جاش میذارم دو آلفا، هر جا عدد یک دیدم جاش میذارم دو بتا. این اون کدگذاری است که بهتون گفتم، یک دو بتا، دو دو آلفا. پس یعنی الان این زاویه هستش دو آلفا به علاوه دو بتا. کاملا درسته، دو آلفا به علاوه دو بتا. حالا آقا اومدیم و به جای 3 تا برخورد 4 تا برخورد کرد. آها، مثلا 4. خب آقا 4 که دیگه یک نداره. 4 خودش 2 تا 2ه. پس 4 میشه 2 تا 2. خود 2 چی بود؟ 2 آلفا. پس میشه 2 تا 2 آلفا، میشه 4 آلفا. حالا اگه 5 بود چی؟ آ 5 تا برخورد داشته باشیم زاویه انحراف چی میشه؟ اما این 5 تو دلش یک داره. من میگم 2 تا 2 به علاوه یه دونه یک. 2 تا 2 یعنی 2 تا 2 آلفا میشه 4 آلفا، و یه دونه یک یعنی یه دونه 2 بتا. آها، پس یعنی میشه 4 آلفا به علاوه 2 بتا. به همین ترتیب شما میتونید ادامه بدید. برو 11 تا برخورد. 11 تا برخورد میشه 5 تا 2 تا به علاوه 1. 11 میشه 5 ضرب در 2 به علاوه 1. یعنی 5 تا 2 آلفا میشه 10 آلفا به علاوه 2 بتا. 2 بتا. تو چی می‌خوای؟ خب این آلفا و بتا چیان؟ بتا زاویه فرعی اولیه است، آلفا زاویه دو آینه است. تموم شد. بچه‌ها یادتون باشه اگر تعداد برخوردها، نگاه کن، اگر تعداد برخوردها 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا باشه، یعنی زوج باشه، فقط و فقط بر حسب آلفا میشه. دو، خب دو در واقع یه دونه دو دیگه، یعنی یه دونه دو آلفا. 4 دو تا دو آلفا، یعنی میشه 4 آلفا. 80 80 میشه 20 تا، 40 تا دو، 40 تا دو آلفا. میشه 80 آلفا. آره. میشه 80 آلفا. یعنی اون موقع فقط و فقط زاویه انحراف به چی بستگی داره؟ آلفا. ولی وقتی فرد میشه بتا میاد تو بازی. آها، پس یادتون باشه اگر تعداد برخوردها زوج باشه همیشه دو آلفاست، فقط و فقط به زاویه بین دو آینه بستگی داره. یعنی اصلا شما زاویه تابش و اینا رو هر چقدر تغییر بدید هیچ اثری نداره. اما اگر تعداد برخورداتون فرد تا بود، بتا مهمه، بتا میاد وسط. یعنی یه دونه از اون نقطه ها رو بتا میگیره، که یعنی در واقع یه نقطه میشه دو بتا، اون دو تا هم که دو تا دو آلفا، مثلا 4 آلفا. تمام دیگه. هر دو با هم دیگه تداخل خواهند داشت. این آخر بازی بود. میدونید سوال ممکنه چه جوری بدن؟ من الان یاد این افتادم. ما
تو قسمت قبلی یادته یه زاویه تابش آی رو گفتیم اگر نصف کنیم زاویه انحراف چه تغییری میکنه؟ چون اون دو برخوردی بوده. تو دو برخوردی ها فقط دو آلفا است که به تو مهم نیست. آره، بعد اون موقع زاویه آی رو تغییر میدادی، اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا سوال اینه، این دفعه ممکنه مثلا تو کنکور 99 بیان یه دو آینه بدن، بگن آقا اینا با هم سه تا برخورد داره. دقیقا. اگر زاویه آی رو تغییر بدم، آی یا زاویه انحراف تغییر میکنه؟ بله، تغییر میکنه. چرا؟ چون اون زاویه آی ما در واقع ربط به همین زاویه این هم داره. اون اصلی تغییر بکنه، حتما فرعی هم تغییر میکنه. پس حتما زاویه انحراف تغییر خواهد کرد. که میبینیمش. قبوله؟ بله. این تجربه کیه؟ 98. اوه. داغه. تاکش. مطابق شکل زیر، پرتو نور اس آی با زاویه فرعی 30 درجه میتابه. خب. و زاویه آینه ها 50. قبوله. فقط مشکل ما برخورد است. درسته. میگه سپس از آینه 2 دوباره به آینه 1 میتابد، یعنی یه برخورد اینجا، یه برخورد اینجا، آره، دوباره یه برخورد اینجا. پس یعنی اول میخوره به آینه 1، بعد میخوره به آینه 2، دوباره میخوره به. خب. چند تا برخورد شد؟ 3 تا برخورد. میگه امتداد بازتاب نهایی با امتداد اس آی اولیه چه زاویه‌ای میسازه؟ خب 3 تا برخورده. پس یعنی در واقع من دو تاشو میگیرم، درسته؟ میشه 2 الفا. این یه دونه چی میشه؟ 3 هم 2 علاوه 1 دیگه. یعنی در واقع میشه 2 الفا علاوه 2 بتا. تمام شد. خب دو تا آلفا، آلفامون 50 میشه 100، میشه 100. دو تا 30 درجه هم میشه 60. 160. گزینه 3. استاد حالا یه سوالی، این 30 درجه رو من میکنم 32 درجه. خب درسته. انحراف چقدر میشه؟ آها، چون این دقیقا به این برمیگرده، دو برابر اون دو درجه، یعنی 4 درجه انحراف اضافه میشه. آفرین، میشه 164. چهار. پس اگر به این دو درجه اضافه کنی داری به انحراف 4 تا اضافه میکنی. چقدر قشنگ. وای، میدونی الان میدونی چه نتیجه گرفتم؟ آقا مثلا فرض کن ما 3 تا برخورد داشته باشیم، 5 تا برخورد داشته باشیم، 7 تا برخورد داشته باشیم. آقا 7 تا برخورد میشه 6 به علاوه 1، یعنی 6 تا آلفا به علاوه 2 تا بتا. خب اون 6 تایی که به آلفا ربط داره هیچ، اصلا ولش کن. اون یه دونه ای که میشه 2 بتا، یعنی همیشه تو فردها ما یه دونه 2 بتا داریم، درست میگم یا نه؟ پس یعنی اگر مثلا بگیم آقا 3 درجه به این اضافه میکنیم، 2 برابر 3 درجه 6 درجه بهش اضافه میشه، یعنی 2 برابر اون مقدار ما انحرافمون تغییر خواهد کرد. هر تغییری رو زاویه فرعی 2 برابرش رو انحراف نهاییه. آچت کنم عالی بود. استاد عزیز جالبه بگم. عالی بود. یه سوال ازت بکنم. بگو. اگه این 50 خب الان این 30 شد چند؟ 32. آره. ازت بپرسن اینو چقدر تغییر بدیم تا انحراف همون بمونه؟ آها، چون این اومده چیکار کردیم؟ دو تا اضافه کردیم، 4، یعنی دو برابر شده، شده 4 تا. آه. پس یعنی در واقع ما 4 مثبت داریم. پس این به علاوه 4 شد. پس اینجا باید چی؟ 4 تا ازش کم بشه. پس یعنی اینجا چون دو آلفا هستش، من در واقع دو تا کم میکنم. این چراش؟ آره. پس هر چقدر به این اضافه کنیم ولی اینو از اون کم کنیم، تو ز برخوردش اثری نداره. بده من یه چیزی بگم. مثلا تعداد برخوردها باشه 5 تا. بله. 5 تا باشه چی میشه؟ میشه 4 به علاوه 1. بله. درسته. 4 آلفا به علاوه 2 بتا. 4 آلفا. چرا؟ چون این دو تا 2ه. بله. یعنی دو تا 2 آلفا میشه 4 آلفا به علاوه 2 بتا. فرض کن من اومدم چیکار کردم؟ بتا رو 2 درجه زیاد میکنیم. 2 درجه زیاد بکنیم، اینجا 4 درجه ما افزایش خواهیم داشت. برای اینکه این 4 درجه رو دوباره کاهش بدیم، به آلفا فقط 1 درجه باید کاهش بدیم. آفرین، یعنی یه دونه باید کمش بکنیم تا اون تغییری نکنه. ممکنه طراح سوال این کار رو انجام بده. خیلی عالیه، خیلی عالیه. بچه تهشو در آوردم. آره. دیگه اصلا فکر نکنی. احتمالی 99. کار خداست دیگه، شاید اینو دادن. مطابق شکل زیر یه 30 درجه داریم، فرعی 40 درجه. آره. پرتو نور با آینه 1 میتابد و در ادامه مسیرش دوبار از آینه 2 بازتاب میشه. دوبار، یعنی یه بار به این میخوره، یه بار به این میخوره، یه بار به این میخوره، دوباره به این میخوره. چون دوبار قراره از آینه 2 بازتاب بشه. کلا شد چند تا برخورد؟ 4 تا. 4 چیه؟ زوج یا فرده؟ 4 زوجه. 4 دو تا 2 آلفا، یعنی دو تا 2 دو تا 2 آلفا. انحراف چقدر میشه؟ خب آها، این الان کلا میشه 4 آلفا. انحرافمون 4 آلفا. آلفا چنده؟ 4 تا 40 درجه. اصلا ربطی به سی نداره. تموم شد. اون موقع مثلا میتونه بگه آقا حالا مثلا این اتفاق افتاد، اگر زاویه 32 بکنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. تو زوج هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر این 40 رو بکنیم 41، 4 برابر، یعنی 4 درجه اضافه میشه. 4 درجه اضافه میشه. بله. عالیه. تهشو درآورد. عالیه، عالیه. این قسمت تموم شد. تو قسمت بعدی همین جلسه بازی میره سراغ شروع مدارها. یه درس خیلی باحال دارم برام بچه رئیس.
میخوام مدار رو اول شوکه کننده بهت یاد بدم. شوکه کننده ها، یعنی ببینی بگی خدایا اینایی که تا حالا یاد گرفتم چی بود؟ پس چرا اینقدر آسونه؟ بعد که این شوکه کننده رو تموم کردی و بهت یاد دادم الگو یعنی چی؟ به معنی واقعی. چجوری من بدون فرمول مدار رو حل میکنم و 98ش هم حل کردم، قشنگ مطمئن شدی؟ بعد میرم مدار رو از اول با یه عالمه الگوی شوکه کننده دیگه دوباره جارو میکنم، هرچی 98 رو برات حل میکنم. بنابراین مدار رو در قسمت اول بی فرمول فقط با یه الگوی بچه رئیس کلی میرم جلو. حالشو که بردی، ادامه این جلسه که تموم شد آخرش استراحت میکنی، در جلسه بعدی فیزیک مدار میشه ها، یعنی تعیین در میارم. آماده این؟ بریم قسمت بعدی. بچه ها به حرف آخر خوش اومدید، فوق‌العاده است. باهاش میتونی نتیجه بگی. اینطوری میتونم من میتونم یه چیز بگم استاد، با حرف آخر خوشبختم، بی حرف آخر. بله بله، شما حرف آخری هستید و میدونین ما چی میگیم. بله. امیدوارم با این الگوها کیف کنید. بله. خب آماده باشیم بریم سراغ بچه رئیس. سایت مرکزی حرف آخر، حرف آخر pub.com.